دوستان عزیز، با اتفاق شما از اون کلیپ امت انفاق دیدیم و دیگر فکر میکنم لزومی نداره که بیشتر از این برای این کلیپ صحبت کنیم و واقعا همه ما شاهد دردها و مشکلات فراوانی که این هموطنان عزیز ما داشتن بودیم. گوشه ای از مشکلات عظیمی که این هموطن عزیز ما داشتن شاهد بودیم و در آستانه هفته وحدت و میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم و کمپاین انفاقی هم برای نیازمندان در کشور عزیز ما به راه انداختیم و فکر میکنم همه ما در برابر ای از آن مسئول هستیم. میتونیم گام های کوچک و محکمی در راستای کاهش مشکلات ای عزیزان برداریم و از شما عزیزان دعوت میکنم که با توجه به شماره هایی که در ای کلیپ پخش شد و این شماره ها میتونه یک پل ارتباطی باشه برای که شما بتونید کمک های خود واریز بسازین و قطعا این کمک ها و همیاری و انسان دوستی شما در معرض ای عزیزان قرار خواهد گرفت و میتونه گوشه ای از مشکلات ای عزیزان مرفوع بسازه. بیننده برنامه خودتان باشین و بحث اصلی برنامه ما امروز در رابطه با انتقال محبت به فرزندان، البته محبت آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف است که در این میان میتونه والدین عزیز نقش بسیار محکم و ارزنده ای را بازی کنند. محبت در دلها وقتی اتفاق میفته، وقتی ایجاد میشه که ما از خردسالی و کوچکی همواره به یاد آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. ایشان که هستند، چرا غیبت کردند، دلیل این غیبت طولانیشان چه چیزی بوده میتونه و قرار است که کی بیاید و روشنی بخش چشمهای ما باشند. همه این موضوعات باید فراهم شود و قطعا نکته مهم در بحث انتقال محبت آقای امام زمان به فرزندان ای است که این موضوع بزرگ مهدویت در داخل کانون خانواده ما فرهنگ سازی شود، جزئی از فرهنگ اسلامی ما باشه و بتوانیم کودکان خود از خردسالی با فرهنگ زیبای مهدویت آشنا بسازیم تا به سرهای مناسب برای ظهور آقای امام زمان و آشنایی بیشتر جامعه ما به خصوص نوجوانان و جوانان عزیز با مهدویت و مقوله زیبایی مهدی بیشتر آشنا شد. بیننده برنامه خودتان باشین، در رابطه با این موضوع بسیار زیبا و مهم برای شما عزیزان بیشتر صحبت میکنیم. کارشناس عزیز ما، سرور ما جناب آقای رضایی، به اتفاق ایشان این بحث مهم خدمت شما عزیزان هم تقدیم خواهد شد. آقا خیلی خوش آمدید، سلام بر شما. علیکم السلام، در خدمتتون هستم جناب. زنده و سلامت باشین. در ابتدا دوربین در اختیار شما ساجو، اگر میخواین که صحبتی داشته باشین با بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ارادت و احترام و سلام دارم خدمت همه بینندگان و خانواده های گرامی که همکنون بیننده برنامه خوب هستند و خسته نباشید به شما و همه همکاران گرامیتان و همچنان فرارسیدن سال روز آغاز امامت و ولایت آخرین منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی عجل الله تعالی فرجه الشریف را صمیمانه تبریک و شاد باش عرض میکنم. زنده و سلامت باشید، خدمت شما هم تبریک و تهنیت باشه انشالله و خوش آمدید. آقا بحث زیبای انتقال محبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف به فرزندان و نقش سازنده ای که والدین میتونن در این میان ایفا کنن، وقتی این موضوع تحقق پیدا میکنه به واقعیت نزدیک میشه که در واقع یک تربیت صحیح، تربیتی که نزدیک به آموزه های مهدوی و مهدویت باشد در یک خانه ایجاد شود، والدین عزیز، پدران و مادران چه نقش ارزنده و مهمی را در بحث تربیت کودکان باید بازی کنند؟ بله، بسیار موضوع اساسی و مهم را اشاره فرمودید. ما تیمونن با یک روایت از آقای امام صادق علیه السلام که وظیفه والدین را در واقع مشخص میکنه در بحثای تربیتی آغاز میکنه و انشاءالله نسبت به جایگاه و نقش والدین در بحث تربیت صحیح و سالم فرزندان اشاره میکنیم. حضرت امام صادق علیه السلام بنابر این روایت می فرماید ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اهل بیته و قرائت القرآن. خطاب به والدین و خانواده ها می فرماید شما فرزندانتان را
و آینده سازان را بر سه خصلت یا سه ویژگی تربیت کنید، ادب کنید. بله. ابتدا محبت پیامبر را به اونها آموزش بدید. دو، محبت اهل بیت پیامبر، و در گام سوم قرائت قرآن کریم. در موضوع نقش یا جایگاه خانواده در بحث تربیت، همه ما واقف هستیم که اولین کانون و مدرسه در جهت تربیت فرزندان خانواده هست. و اولین معلمان، اونم با دلسوزی و شفقت، والدین فرزندان هست. و به فرموده آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، جوان و نوجوان ضمیرش و قلب و دلش همچون زمین خالی برای هر گونه بذر و زرع مستعد و آماده هست. و کانون خانواده اگر سرشار از محبت و عشق و صفا هم باشه، این بستر را برای تربیت صحیح از هر جهت آماده میکنه. پس با چنین وضعیت معلوم میشه که ابتدای شکلگیری بحثای تربیتی، اونم تربیت دینی، از خانه و از خانواده، از ناحیه والدین باید آغاز شوه و کلید بخوره. بنابراین مهمترین و یا اساسی ترین نقشی که خانواده در تربیت فرزندان داره همین مسئله هست که فرزندان و کودکان و نوجوانان همانند یک زمین مستعد و آماده برای تربیت، عشق و عاطفه و احساس و مهر و محبت هم در این فضا این استعداد و آمادگی را بیشتر می‌سازد. و بیشترین عمر فرزندان هم در این کانون و در این خانه و خانواده می‌گذرد. پس بنابراین هم بستر برای تربیت از هر جهت برای فرزندان مهیاست، چون همچنین موقعیت را فرزندان ما و ما انسان‌ها در هیچ برهه‌ای از عمر ما نداریم. بله. ضمیر ما، دل ما از هر جهت آماده است، چون هیچ زمینه قبلی در وجود ما یا در قلب و نهان ما نیست که مانع از پذیرش تربیت شود. معلمان دلسوزتر از والدین کجا میشه پیدا کرد؟ و بیشترین عمر ما هم که در کانون و در کنار خانواده و والدین میگذره. بنابراین این شرایط و این اوضاع و احوال برای هیچ یک از ما انسان‌ها در مقاطع دیگری از زندگی نیست. بله. پس بنابراین در عین حالی که بحث آغاز تربیت باید در خانه و در کانونی پرمهر خانه باید شکل بگیره، رسالت و مسئولیت والدین را هم خیلی حساس‌تر و جدی‌تر می‌سازد. اگر خدای نکرده والدین در این برهه نسبت به آینده فرزندان، نسبت به تربیت فرزندان کوتاهی کنه، غفلت کنه و فکر کند که بچه وقتی که به مکتب و مدرسه و مراکز علمی رفت انشاءالله مثلا جبران میشه، یک خطای بسیار کلان را مرتکب شده که قابل جبران نیست. ما باید زمینه را برای آموزش ها و علم آموزی های مقاطع بالاتر در کانون خانه و خانواده مهیا کنیم. ولو سواد خواندن و نوشتن به بچه ها نمی آموزیم، اما بحث تربیت، بحث عرضم به حضورتون که رفتار و منش درست را میتونیم برای بچه های خود عملا و به اصطلاح قولا بیاموزیم، تا زمینه و بستر را برای مباحثی بیشتر و مهمتر در مدارس و کانونهای علمی فراهم کنیم. بله، سپاسگزارم. اشاره بسیار زیبایی داشتین که اولین معلم کودک میتونه پدر و مادرش باشه و رسالت و مسئولیت بس عظیم داره در مسئله تربیت فرزندان، اینکه چگونه باید
کوشا باشند در بحث تربیتی فرزندان خود و قطعا باید یک برنامه ریزی از قبل باشند برای که در هر مقطع سنی چگونه باید برخورد کنند و رفتار کنند در بحث تربیتی کودکان. خب وقتی صحبت از این تربیت در پرتو آموزه های دینی و اسلامی میشه قطعا یک نتیجه ای هم باید داشته باشه. در این میان بحث انتقال محبت حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف با فرزندان صحبت میشه. دست. چه لزومی داره آج آقا؟ یعنی چه نیازی برای انتقال محبت آن حضرت به فرزندان در بحث تربیتی باید دیده شد؟ بله. با توجه به مباحثی که عرض شد که زمینه برای یک تربیت صحیح برای کودکان ما، برای فرزندان ما در این سنین و در کانون خانواده مهیاست که رسالت والدین را بیشتر می‌سازد و این بستر و زمینه را برای فردای بهتر فرزندان ما مهیا می‌کند، باید از این نکته هم غافل نباشیم که بحث تربیتی و بحث آموزه‌های دینی در کانون خانواده صرفاً برای یک بستر سازی است و برای زمینه سازی است. بله، پدر و مادر ممکنه از نعمت خواندن و نوشتن یا سواد بهره‌مند نباشه. اینا فکر نکنن که ما بس برای تربیت فرزندانمون وظیفه نداریم چون سواد نداریم. مباحث تربیتی به سواد نیاز نیست. بحث تربیت فرزندان اینه که ما با مهر و محبتی که نسبت به فرزندانمون به صورت غریزی و طبیعی داریم اونها را آماده کنیم برای پذیرش آموزه‌ها و مباحث علمی. و نکته مهمتر اینه که والدین احساس نکنن که فقط در قبال فرزندان بحث پوشاک و خوراک اونها را به عهده دارن یا مسئول تهیه غذای مناسب و لباس و پوشاک مناسبه. بله، این نیازهای مادی و ظاهری را که هر پدری و هر خانواده بر عهده داره جزء مباحث نفقه حساب میشه که تأمین نفقه بر پدر واجبه. ده. اما بحث صرف مادی نیست، ما باید نیازهای معنوی فرزندان خود را هم مهیا کنیم که این اما بحثهای تربیتی میشه یا به معنای دقیقتر انتقال محبت رهبران و پیشوایان و رهبران دینی میشه. اینجا باز از همون حدیث شریفی که در ابتدا از امام صادق علیه السلام عرض کردم، امام صادق فرمود که بچه هایتان را در کانون خانواده به سه ادب و یا به سه خصلت در واقع ادب کنید، تربیت کنید. یکی محبت پیامبر، دو محبت اهل بیتش و در نهایت قرائت قرآن. حالا یکی میپرسه که این سه نوع محبت چی ضرورتی داره و یا چی تأثیری در بحث تربیتی داره؟ آغاز تربیت همین پیامبر گرامی اسلام سفیر الهی است، رهبر و پیشوای ما هست. ما از سیره و سنت اون پیامبری رحمت مسائل زندگی را میآموزیم و از اهل بیت پیامبر که به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر هست که پس از پیامبر بحث تبیین و بحث توضیح مقوله‌های دینی را بر عهده داره. بس. یا به فرموده خود پیامبر که فرمود من بعد از خود دو تا امانت گیرنبها را در بین شما امانت میگذارم، یکی اهل بیتم و یکی قرآن کتاب خدا. و در قدم سوم قرآن مجید را میگه به بچه ها بیاموزین، چون قرآن کتاب زندگی است، سبک زندگی را، رویش زندگی را ما باید از قرآن بیاموزیم با بیان پیامبر و با بیان و تفسیر اهل بیت پیامبر. لذا این سه مسئله از عناصر کلیدی مباحث تربیتی است که به فرموده امام صادق از وظایف مهم والدین هست که این از این سه مسئله در قبال تربیت فرزندانشون غافل نباشه. بله، سپاسگزارم آقا. اجازه می‌خوام که میان برنامه‌ای را اعلام کنم و بعد از اون انشالله این بحث زیبا را در بخش دوم ادامه بدیم. دوستان عزیز، تشکر از توجه شما عزیزان. میان برنامه آمده نشر است ببینیم و بعد از اون در بخش دوم در رابطه با سایر وظایف مهمی که والدین عزیز در قبال این مسئولیت دارن برای شما عزیزان بیشتر صحبت می‌کنیم.
دوستان عزیز، مجددا خوش آمدین. تشکر از اینکه بیننده و همراه ما هستن. در بخش دوم برنامه قرار داریم و نکته مهم مورد بحث در این قسمت، نقش بسیار مهمی که والدین عزیز در انتقال محبت آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف با فرزندان باید ایفا کنند، برای شما عزیزان صحبت میکنیم. آقا، پرورش نسلی که در واقع در سایه محبت به آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف نقش مهم دیگرشون زمین ساز ظهور باشن در چنین عصری، چگونه باید تحقق پیدا کنه؟ نقش والدین چگونه هست؟ بفرمایید. بله، ما با این حدیث شریف در واقع به پاسخی سوال میپردازیم که اتفاقا این حدیث در منابع شیعه و اهل سنت آمده و در اصطلاح حدیثی از احادیث متواتره. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، از رسول گرامی اسلام روایت شده، میگه کسی که بیمیره در حالی که امام زمانه خود را، حجت خدا را در عصر خودش نشناخته باشه، این مانند مردمانی است که در اصل جاهلیت مرده، یعنی از اسلام بهره ای نبرده. کسانی که قبل از اسلام مردن، اونها در عصر جاهلیت از دنیا رفتن، یعنی هیچ بهره ای از اسلام و ارزش های اسلامی را با خود نداشتن و نبردن. این حدیث شریف ضرورت معرفت و شناخت به حجت زمان و امام زمان را در واقع برملا میکنه که عرض کردم شیعه و اهل سنت نسبت به محبت اهل بیت و مخصوصا نسبت به شناخت و معرفت به حجت آخر الزمان که امام زمان علیه السلام باشه، با شیعیان هم نظر هستند. تفاوتی که اگر احیانا دارند در مقوله اینکه آیا اون امام به دنیا آمده نیامده، بحث غیبت و گفا، ولی اصل مهدویت از مباحث مورد اتفاق شیعه و اهل سنت حتی تمامی ادیان الهی است، یعنی تمام ادیان الهی به ضرورت یک منجی، یک حجت الهی که زمین پر از ظلم و جور را به عدل و داد مبدل بسازه، همه به این واقفن و باور دارن. پس با این ضرورت یا با این مسئولیتی که همه ما داریم که امام زمانه خود را بشناسیم، لذا اولین یا به اصطلاح ورودی و یا راه رسیدن به معرفت و شناخت محبته. به صورت طبیعی هر کس به کسی که محبت داشته باشه از او اطاعت میکنه، از او پیروی میکنه، به گفته های او، به سنت و سیره او در واقع عمل میکنه. شناخت امام زمان یا بحث محبت به امام زمان به خاطر هدایته. ما امام زمان خود را بشناسیم، یعنی وظیفه خود را در قبال امام زمان بشناسیم و وظایف و مسئولیت هایی که در ارتباط با زعیم و رهبر و خلیفه خدا در روی زمین داریم بشناسیم. لذا اساس کار بحث معرفت و شناخته، اونم به خاطر درک مسئولیت ها و تکالیف و وظایف. اما راهکاری که ما را به شناخت و به معرفت امام زمان میرسانه بحث محبته. لذا این همه سفارش اگر شده که محبت به امام زمان داشته باشید، امام زمانتون را دوست داشته باشید، بچه هایتون را با محبت اهل بیت به ویژه امام زمان تربیت کنید، یعنی این زمینه و بستر را برای بچه هایتون آماده کنید که به شناخت منتهی شود و معرفت به امام زمان پیدا کنه تا بتونه وظایف و تکالیف خود را بشناسه و در قبال امام زمان خود انجام بده. پس مهمترین وظیفه والدین که از مقوله های تربیتی هم به حساب می آید اینه که محبت اهل بیت را به صورت عموم و محبت امام زمان را به صورت خاص در وجود فرزندانشان در واقع نهادینه کنه. فرزندان خود را با عشق و محبت به اهل بیت و امام زمان در واقع تربیت کنه تا این زمینه و بستر و این ظرفیت و این قابلیت برای فرزندان آماده شود که بعد به شناخت بپردازه که امام زمان کی هست، که ما باید دوستش داشته باشیم، چی تأثیر در زندگی ما داره،
این به درد دنیای ما میخوره، به درد آخرت ما میخوره و چی وظایف و مسئولیت هایی رو ما در قبال داریم. به خاطری که طبیعیه یک جامعه و ملت و مردمی که از رهبر خود، از زعیم خود، از حجت خدا آشنایی نداشته باشه، قطعا وظایف و تکالیف خود را هم نمیتونه بفهمه و بعدا در صددی انجامش برایه. پس بنابراین با توجه به این که محبت ساده ترین و طبیعی ترین و خوب ترین راه برای شناخت و معرفت، لذا در آموزه های دینی نسبت به محبت به خدا در قدم اول، محبت نسبت به پیامبر الهی، نسبت به اهل بیت الهی، به خاطر همینه در روایه شریفه که قرآن میفرماید هر کس ادعای محبت مرا میکنه پس از من اطاعت کنه. بله دقیقاً، یعنی کسی که میگه من خدا را دوست دارم، این دوستی در صورت یک دوستی واقعی است که به اطاعتی از خدا و فرمان برداری از فرامین الهی منتهی شود. پس بنابراین والدین این وظیفه را دارن که این زمینه و بستر را برای فرزندانشون آماده کنه که بچه ها امام زمانشون را دوست داشته باشه. بعد این دوستی خود به خود به معرفت و به شناخت منتهی میشه و قطعا بچه ها و کودکان امروزی ما با محبت، با عشق به امام زمان و شناخت امام زمان و مسئولیت ها از سربازان و از مجاهدان زمان ظهورش خواهد بود. حالا در این مقوله شاید فرصتی بیشتر باشه عرض کنیم که امام زمان وقتی میخواید ظهور کنه، وقتی میخواهی یک حکومت عدالت گستر را در جهانی هستی در واقع برقرار کنه، او نیاز به نیرو داره، او به نیروهای انسانی زیاد نیازمنده، چون قرار نیست امام زمان با معجزه قیام کنه، از فرشتگان و از ملائک به عنوان سرباز و لشکر استفاده کنه، باید از بین همین انسانها، از همین مرد و زن، از طوائف مختلف، از اقوام مختلف، از نژادهای مختلفی که در همین دنیا زنده هستند و لیاقت سربازی امام زمان را داره باید استفاده کنه. لذا ما برای ظهور امام زمان، برای قیام حضرت باید بچه ها و عزیزانمان را تربیت کنیم در عین حالی که خود ما، حالا اگر خدایی نکرده عمری برای ظهور نداشتیم، قطعاً در بحث رجعت که یک از مباحث مورد تأیید دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت هست، انسان‌های زیادی در زمان ظهور امام زمان رجعت می‌کنند و به عنوان سربازان در رکاب امام زمان علیه ظلم و ستم مبارزه می‌کنند و برای اقامه حکومت عدل و حق سهم می‌گیرند. بنابراین خروجی تربیت دینی و انتقال محبت به خاطر اینه که ما این زمینه را مساعد بسازیم، در واقع بچه ها و فرزندان خود را برای چنین مقطعی که مقطع قیام و ظهور امام زمان باشه آماده کنیم. بله سپاسگزارم. آقا تا حالا فکر میکنم چند دقیقه فاصله داریم تا میان برنامه، میخوایم که یک اشاره داشته باشیم این که وقتی چنین محبتی در دل فرزندان ما باشه و آشنایی کامل با امام زمان خود داشته باشن، میتون دیگه چه آثار تربیتی و اخلاقی رو در کودکان بروز بده؟ خوبه که قبل از پرداختن به این موضوع، حالا اگر ما نرسیدیم انشاءالله حتما بحث را در برنامه بعد از وقفه ادامه خواهیم داد، بحث راهکارها هست که حالا که محبت و آشنایی با امام زمان برای کودکان ما این همه اهمیت داره، خب از چی رویش و مکانیزم و راهکارهای والدین باید استفاده کنه تا بتونه این محبت را به فرزندانشون انتقال بدن؟ بفهمم. اولین و مهمترین راهکار بحث تعظیم و تکریم خود والدین نسبت به امام زمانه. یعنی وقتی والدین در محیط خانه و خانواده نسبت به امام زمان تعظیم میکنه، تکریم میکنه، نام امام زمان رو به عظمت یاد میکنه، وقتی نام امام زمان علیه السلام برده میشه که در روایت هم داریم که امام صادق به پا میخیست و با علامت تعظیم دستان مبارکش را روی سر میگذاشت در موقعی که نام خاصی امام زمان برده میشد، وقتی این برخورد را فرزندان و کودکان ما در محیط خانه و خانواده از والدین بدانه، قطعا حس کنجکاوی فرزندان تحریک میشه که آقا کیست،
که نامش را وقتی میبرین با عظمت یاد میکنید، از جایتون برمیخیزید، نسبت به او درود و سلام میفرستید. لذا بحثای تربیتی اینمی معمولاتیه که با رفتار ما بیشتر بچه ها متأثیر میشه تا گفتار ما. لذا در آموزه ها و در رویش تبلیغی داریم که کون و دعا تناس بغیر السنتکم، برای مردم بغیر از زبانتان دعوتگر باشید، چون رفتار و کردار ما برای مباحث تربیتی و بحثای تبلیغی بسیار کارآمدتر از زبانه. لذا وقتی که این برخورده های توأم با تکریم و تعظیم را والدین نسبت به امام زمان از بچه ها از پدرانشون میدانه، قطعا این محبت اون حضرت را که امام زمان باشه برای بچه ها به وجود میاره. و راهکار مهمتری دیگر اینه که از زیبایی های امام زمان والدین سعی کنند در خانه گفتگو کنند که امام زمان در زندگی ما چی نقشی داره. اون احادیث و روایتی که از زبان خود امام بزرگوار امام عصر آقا امام زمان روایت شده را بازگو کنه که امام زمان میفرماید نسبت به دوستداران و محبینش که من هرگز شما را فراموش نمی کنم. من میدانم شما چی مشکلات و چی سختی ها را در دنیا تحمل میکنید و من برای شما دعا میکنم و من از هر پدر دلسوزتر به شما مهربانترم. اوصاف امام زمان، لطف امام زمان و مواظبت امام زمان از دوستارانش را وقتی برای کودکان با زبان پر از عشق و عاطفه والدین بگوید، قطعا برای فرزندان ایجاد محبت میکنه. و همینطور ظهور امام زمان چی نقشی داره؟ ظهور امام زمان و قیام امام زمان اینه که بساط ظلم و ستم برچیده میشه، کسی به کسی ظلم نمیکنه، کسی حق کسی را ضایع نمیکنه، تمام نعمت های الهی از زمین و زمان بر بندگان خدا سرازیر میشه. و یک فقیر در عصر ظهور و حکومت مهدوی در کره زمین پیدا نمیشه. وقتی بچه های ما با این مقولات و با این موضوعات آشنا شوه و از والدین بشنوه، به صورت قطعی برای اونها ایجاد محبت میکنه. ایجاد محبت که کرد دیگه خود به خود او حس کنجکاوی فرزندان وادار میکنه که نسبت به امام زمان مطالعه بیشتر، تفحص بیشتر، جستجوی بیشتر داشته باشه تا به او بحث معرفت و شناخت منتهی شوه. بله، سپاسگزارم آقا، موفق و معید باشین، زنده و سلامت باشین. دوستان عزیز تشکر از توجه شما عزیزان. میان برنامه ای رو مجددا ببینیم و بعد از او در بخش سوم در رابطه با سایر آثار نیکی که میتونه چنین محبتی در وجود فرزندان ما به وجود بیاره برای شما عزیزان صحبت میکنیم. دوستان عزیز خوش آمدین و قربان چشمایتان که بیننده برنامه روی خط زندگی هستیم با بحث زیبای انتقال محبت امام زمان اجل الله تعالی فجر شریف و فرزندان و نقش مهم و ارزندهی که والدین میتونن بازی کنن. آجاقا در خدمت شما هستیم. این محبت چقدر میتونه زمینه ساز پرورش سایر ابعاد زندگی یک کودک، همانند مثلا بحث تربیت، بحث مهم اخلاق در کودکان باشه، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ تأثیر محبت، همون گونه که عرض کردم، محبت در واقع زمینه را برای فضائل اخلاقی و کمالات در وجود انسان مهیا و آماده میکنه. ما از جوان مخصوصا در زمانه خود بسیار انتظاراتی بیش از حد داریم. جوانان امروز مدیران آینده و آینده سازان آینده جامعه هست. وقتی این بچه ها با مهر و محبت به اهل بیت که به ایمان سفیران و رهبران و پیشوایان الهی است که ما در سایه آموزه ها و سنت و سیره اون بزرگواران میتونیم یک مسیر خوب را بپیماییم و برای جامعه و مردم خودم مستری خدمت باشیم، برای اینکه ما به چنین مرحله برسیم و عناصر مفید
و مثبت و کارساز جامعه خود باشیم، این وظیفه والدین است که از همون کودکی این بذر را و این زمینه را با انتقال محبت به اهل بیت در وجود کودکان ما در واقع تزریق کنند یا نهادی نکنند. جوانانی که قرار به عنوان مدیران شایسته در فردای جامعه مصدر خدمت باشند و در عصر ظهور امام زمان و تشکیل حکومت عدل الهی سهم بگیرند، گام اولش و به اصطلاح قدم‌های نخستینش بحث محبت است. و اینجا خوبه که ما به یک سری محبت‌ها و عشق‌های کاذب یا زودگذر یا مجازی هم اشاره کنیم. بچه‌ها الا و لابد به محبت، به مهر، به در واقع دلسوزی نیاز داره. اگر این محبت و مهر را از آدرس مثبت، مشروع و خوب به بچه‌ها داده شد و بچه‌ها در این زمینه به خواسته‌های عاطفی و احساسی خود رسید، دیگر زمینه برای محبت‌های و عشق‌های کاذب، انسان‌های دروغگویی که به ظاهر خود را دلسوز و دوستار کودکان و جوانان ما معرفی می‌کنه، باقی نخواهد ماند. اتفاقاً در مباحث اخلاقی یا در مباحث انحرافات و مسائل بزهکاری در جامعه، بازم برای انحراف اخلاقی فرزندان و جوانان انگشت انتقاد به سوی والدین دراز میشه. وقتی اینها را روانشناسی کردن، جوانان بزهکار و یا بد اخلاق را میبینن که عشق و عاطفه و مهر و محبتی که حق فرزندان بوده در کانون خانواده توسط والدین و اعضای خانواده به اینها داده نشده. لذا اینا با یک فقر محبت و مهر بزرگ شده. لذا طبیعی است که از آدرس‌های غلط و اشتباه باید این نیاز عاطفی خود را بگیرند. ما اگر برای آینده فرزندان خود دل می‌سوزانیم، برای آینده فرزندان خود را مسئول می‌دانیم، باید این خلأ را با انتقال محبت سالم که محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر، محبت امام زمان علیه السلام باشه، در وجود فرزندان خود این را عرضم به حضورتون تأمین کنیم، آماده کنیم که زمینه برای انحرافات نباشه. متاسفانه امروزه جوانان ما و جامعه ما، مرد و زن ما، دختر و پسر ما با تهاجم فرهنگی و با تهاجمای نرم دشمن مواجهه. و همون گونه که عرض کردیم، وقتی این زمینه آماده و بستر آماده که قلب و دل با صفای جوانان ما باشه آماده باشه، خب قبل از این که ما بذر محبت خدا و اهل بیت رسول خدا را در دل اینها بکاریم، از این آدرس های غلط این ظرفیت پر میشه. او زمان دیگه زمینه برای کار ما یا نیست یا خیلی سخته، چون بالاخره قلب و ضمیر انسان یا جای خداست یا جای شیطانه، یا جای نوره یا جای ظلمته. بالاخره اذا جا الحق ذهب الباطل، وقتی نور آمد ظلمت و باطل میره. ولی اگر خدای نکرده قلب و دل ما با نور، با تاریکی جهل و الحاد و مباحث بد اخلاقی پر شده باشه، دیگه راه نفوذ نور و روشنایی سخته. مخصوصا که در این جامعه و در این روزگار ما هم با دشمنان جاهل و نادان و دشمن علم و دانایی مواجهیم. خوبه همینجا اشاره کنیم به این حادثه غمبار و المناک چند روز قبل با عملیات کور انتحاری در مرکز آموزش و مرکز علم کوثر دانش که جوانان و نوجوانان تشنه علم خرد ما را به جرم خردورزی و علم آموزی اینها به خاک و خون کشاندند و جمع زیادی از خانواده ها و مردم ما را داغدار کردند. خب این مسئله گویای اینه که ما در یک زمانه بسیار سختی مواجه است. فقط دشمنان بیرونی نیست،
این نوکران و مزدوران همون دشمنان بیرونی و اجیران و خودفروختگان بیرونی که چشم دیدن رشد و بالندگی جوانان این جامعه را نداره، نمیخواهد در این جامعه نور علم و دانایی ارزم به حضورتون که گسترش پیدا کنه، ای ما با چنین وضعیتی و چنین دشمنانی مواجه هستیم. لذا برای تمامی جوامع و تمامی پدران و مادران در این عصر و زمانه نسبت به بحث تربیت فرزندان حساسیت هست. والدین افغانستانی در قبال فرزندان و آینده سازانشون مسئولیت مضاعف داره که به حمد الله این احساس در وجود مردم ما به خوبی دیده میشه. ما خانواده های زیادی را سراغ داریم که از نانشان، از هزینه زندگیشان برای فیس مکاتب و تحصیلات عالی فرزندانشون هزینه میکنه. این بالاترین احساس مسئولیته، ولی به این مقدار نباید اکتفا کرد. ما هم در محیط خانه و خانواده نسبت به مباحث محبت و اونم محبت حقیقی که به عشق، به معرفت، به شناخت منتهی شود و بچه های ما را در واقع بیمه کنه. وقتی ما مطمئن شدیم بچه های ما محبت خدا و اهل بیت پیامبر را داره، شناخت کافی از امام زمان خود داره، ما بسیار براحتی اونها را در جامعه میتونیم بفرستیم. یک جا کار میکنه، یک جا تحصیل میکنه، یا یک جا در سفر میره، ما خیالمون جمعه چون بیمه شده. اما اگر خدای نکرده والدین کوتاهی کنه و تمام وظایف را به مکاتب و مدارس و مراکز علمی و آموزشی بگذاره، این عرض کردم جفایی است نسبت به فرزندان و خطای بسیار بزرگ و اجتناب ناپذیره. امیدواریم که این وظیفه را انشاءالله همگان به خوبی درک کنیم و از عهده انجامش براییم. بله، تشکر و سپاس حاج آقا. نکته خیلی زیبایی را اشاره فرمودین، دشمنان در آن سوی میدان بیکار ننشستن و بنا به تعریف زیبایی که شما داشتین، با تهاجم فرهنگی بر ابعاد مختلف زندگی ما، زندگی واقعی ما را مورد هجوم قرار دادن. بحث معطوف ساختن زندگی جوانان به عشق‌های مجازی، عشق‌های زودگذر، حتی معطوف ساختنشان به ماشین و مادیات منجر به این شده که عشق حقیقی و عشق به اهل بیت در وجود جوانان گاهن کمرنگ تر شده. شما اشاره زیبایی به نقش والدین داشتن. جوانان ما مهدوی هستن و قطعا میتونن ایستادگی کنن در برابر همه این حوادثی که در زندگی هست و نشان دادن در طول تاریخ که میتونن جوانان واقعی و جوانانی باشن که پیرو آموزه های دینی گام بردارن. میخوایم در کمتر از 3 دقیقه بفرمایید که نقش جوانان امروزی ما چگونه میتونه باشه. همون گونه که به خوبی و به زیبایی اشاره فرمودید، به لطف خدا علارغم تمام مشکلات و چالش ها، جوانان ما، جوانان عزیزی که ما کم و بیش با اونها سر و کار داریم، به لطف خدا شناخت کافی نسبت به امام زمان داره و فرزندان و در واقع جوانان است که میشه به اونها امیدوار بود. ولی نسبت به تهاجم فرهنگی، نسبت به خوابی که دشمنان دیده، نسبت به تبلیغات منفی و زهراگینی که در فضای مجازی نسبت به بحث مهدویت هست، غافل نباشیم. الان سایدهای فراوانی علیه مفکوره مهدویت و آینده نگری دارن تلاش میکنن که این انتظار را، این امید را از جوان و جوانان عزیز ما بگیره. جوان عاشق زیبایی است، جوان به فردای روشن فکر میکنه، جوان سرشار از امیده. ولی وقتی که تهاجم فرهنگی غرب خدای نکرده غالب شوه و این امید را از جوان ما بگیره و آینده تاریک و بس مبهم و مجهولی را برای جوانان ما تعریف کنه، او زمان خطر بسیار ناگوار جوانان ما را تهدید میکنه که این خطر همچنان بیخ گوش جوانان ما هست. لذا جوانان ما هرچی میتونن نسبت به مراسم مذهبی، نسبت به مراکز مذهبی و دینی خودشان را آشنا کنند، بروند، با
عالمان و مبلغان راستین دینی در تماس باشند، مطالعه داشته باشند و مباحث مهدویت را به خوبی تعقیب کنند که خدای نکرده از اون مسیری که انتخاب کردن غافل. بله، زنده و سلامت باشن حاج آقای عزیز ما، موفق باشین و تشکر از صحبت های بسیار زیبای شما پیرامون بحث. تشکر از شما دوستان عزیز، تشکر از توجه شما عزیزان، امیدوارم که بحث امروزی مورد توجه گرفته باشه. خدای در فرج ولی از تعجیل عنایت بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی و خوشنودم بگردان. تا دیداری بعد و برنامه دیگر، شما عزیزان به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و مددگار همه شما.